خب درود میفرستم خدمت همه عزیزان ما برگشتیم بعد از یه وقفه خیلی کوتاه من در وهله اول از جانب خودم عذرخواهی میکنم بابت این وقفه دیگه صدای منو میبینید دیگه رنگ رخسار نشان میده از سر درون یه سری مشکلات داشتیم یه هفتهش من مریض بودم به حال این شد که یه مقداری یه وقفه کوتاهی افتاد برگشتیم با اپیزودی که خیلی منتظرش بودم خودم من شخصا و میدونم که قبل از هر چیزی بگم آرش عزیز خیلی زحمت کشیده روی این سری اپیزود یعنی در واقع این شوی حالا نمیدونم چند قسمت بشه فکر کنم پنج قسمت بشه اینطور که گفتی آرش و ازش ممنونم و من میکروفون رو بیشتر از این اشغال نمی کنم در خدمت آرش عزیز هستیم منم دوید میفرستم به همه شراندگان و بینندگان خب دیگه من هم منم یه خورده توضیح داد البته که برای یه خورده کم کار بودیم هم من یه چند روزی مریض بود و یه وکیشینی هم بود که یکی از مقابت میگرفت قبل از اینکه انجام مریض بود و همین دیگه ما اتفاقا میتونستیم زب بکنیم بعضی از روزا ولی تقریبا یه جوری زمان خوب نبود و نمیتونستیم اون کیفیتی که بخوایم در بیاد کار دربیات درب. م... آره خاطر همین دیگه تصمیم گرفتیم یه همچین روزی باشه که بتونیم هم وقت آزاد داشته باشیم و هم از لحاظ فکری هم بخورده آزادتر باشیم آره کار بار زیاد نکردیم در طول روز مخصوصا من که هم باید انگلیسی رو بگیرم ترجمه بکنم توی ذهن. تو ذهنم هم که دارم در حال رانندگی هستم اینجا همه کلمات رو هی دارم ترجمه میکنم که تا میتونم کلمات فارسی استفاده بکنم که شنوندگان به راحتتر باش ارتباط برقرار کنن درست حالا ماشید. چنگیز خان مغول یک شما این چای رو بنوشید آره من خیلی, خیلی گرفته داغونه الان چنگیز خان مغول یه مشروعیتی داره واگیره واگیر الان شنندگانمون با شنیدن امکان داره سرما بخورن <تصفح> شما چی بگفتین چنگیز خان چنگیز خان مغول یه شهرتی ده ایران ما داره بفهم دوستان بشن و اون شهرت این هستش که ایشون اومد ایران رو زیر سومه اسباش در نوردید و رفت بله و یکی از خونبارترین حملاتی که به سرزمین ما در طول تاریخ تا به امروز شده حمله چنگیز خان مغول بوده نه تنها ایران تقریبا میشه همه اون قسمت هایی که برست. زیر دست چنگیز خان مغول افتادن همین میتونه همین خاطراتو تعریف بکنه حالا ما از جنبه خودمون در واقع میگیم چون اه... اتفاقا هم... از همینجا شروع بکنیم بارد. چون که داستان ام... تموچین. تموجین کس تمو. بعد تموجین, بله تموجین. ام... داستان اینجا شروع میشه همون جان که اگه مثلا ما بخوایم در رابطه با اون هایی که رخ داده اتفاق افتاده در سال سالهای اخیر که مثلا زیاد طول نکشید مثلا زیاد عقب نریم مثلا همین جنگ جهانی دوم بخوایم در روش صحبت بکنیم در چند تا اشخاص میتونیم یادمون یاد سریع درست. Yes. میگم ببین چه چه, به نظر میاد نفر اول هیتلر نفر دوم استالین نفر سوم موسولینی نفر چهارم رهبر انگلستان کی بود نخست وزیر انگلستان نخست وزیر یادم چرچیل بله چرچیل, بلده. چرچیل بلده. خب بزرگان بودن رئیس جمهور آمریکا بود در اون زمان بلده. آیزنهاور که من جایدن امتحانش رو دادم واسه <applause> <مصره> سیتیزنشیپ من انقدر اینا رو خوندم که دیگه همه رو اسم کل 52 تا رئیس جمهور آمریکا شدم دیگه اینقدر خوندم واسه بله از اول تا آخر واسه تست آره خیلی اینا خوب, خوب. آره خب حالا هیتلر شما میتونی خوبیایی که هیتلر انجام داده برای بشریت رو به من تعریف بکنی ببین من یه نکته ای رو بگم حالا من خیلی دوست دارم که تو این بحث با در واقع چالش کنم با بحث بکنم ببین ما افراد محدودی داشتیم که در طول تاریخ رو تاریخ تاثیر گذاشته باشن بله. مثل اسکندر، مثل کوروش بزرگ، تعداد زیادی داریوش خشایارشا اسکندر که گفتی نگفتی اسکندر بزرگ برای کوروش که گفتی گفتی کوروش بزرگ خب به خاطر اینکه اسکندر به کشور من حمله کرده و من پس احساساتی هستی در رابطه باش وطن پرستم فکر کنم ما این دعوا رو یه بار کردیم س... یهان تن زدم دعوا مردم شهر نگفتم میگم واقعا من تو هر روز دعوا میکنه <تصحنت> نه خب ببین وقتی که تاریخو تعریف میکنی و من جان به نظر شخص سه بنده اینه که تاریخ وقتی که چون میخندید یاد وقتی که تاریخ رو تعریف میکنی باید از از قسمت احساساتت بیای بیرون و بتونی یه طوری تعریف بکنی که بیطرف باشی اگه داری تاریخ رو تعریف میکنی حالا خودت عقیدت هر چیزی هست برای خودت فرق میکنه ولی وقتی که داری به یک حالا چند نفر باشن یه نفر باشه دو نفر باشه وقتی داری از یه قسمت از تاریخ بشریت رو داری توضیح میدی باید بیطرف باشی ولی خب این اتفاق رخ میفته می و که مثلا خیلی مثلا داخل آلمان شاید هیتلر رو دوست داشته باشن چرا چون که ایشون مثلا آلمانی آلمانی بوده و مثلا شاید عقایدشون یکی باشه که بله ما نسل بهتری هستیم و فلان رو بی سال دوستش داشته باشن خب آره من میدونم اتفاق میفته خب ولی اینی که ما در رابطه با هیتلر بخوایم چه چیزایی رو به نسل آینده و حالا هر کسی که در هیتلر نمیدونه چه چیزایی میخوام بگیم من میخوام برگردم به سوال اولی که از شما پرسیدم نرسه. آیا هیتلر چیز خوبی داره که بخوای در بگی به کسی خیلی کوتاه چه چیز خوب خوبی میته در رابطه با هیتلر بگی خب ببین هیتلر تو شرایط سختی بزرگ شد در سن کودکی مادرش رو از دست داد و بهش کمک نشد یعنی من توی قسمتی که توی کتابش میخوندم یه اطلاعات مختصر نمیخوام صرفا خوب باشه یه اطلاعات مختصری خب خوب... الان دارید بایوگرافی شون رو من میگازم خب ببین هیتلر عقیده داشت که خاره... میتونه کار خوبی کرده برای بشریت ببنی... ببین هیتلر هیتلر عقیده‌ای که داشت به نظر من عقیده خوبی بود راهش رو بلد نبود یعنی ایشون عقیده داشت به دهکده جهانی یعنی میخواستش که در واقع مرزها برداشته بشه خیلی هم خوب پس ولی پس... راهش رو بلد نبود خب ببین البته این حرفی که شما میذارین شاید فکر کنم 99 درصد انسان های رکورد زمین با شما هم عقیده نباشن چرا شو که هیتلر تا اونجا که ما میدونیم چیزای بدش رو میاد چرا حالا من به توضیح میدم چرا خب آدمایی که در سالهای اخیر که مثلا بگه 50 سال 100 سال 200 سال یا حتی 300 سال پیش مثلا یه اتفاق افتاد 300 سال هم زیاده. حالا بگیم 50 تا 100 سال پیش محصر. اتفاقاتی که افتاده باشه که مثلا در این زمان که ما شاید حتی کسایی رو بتونیم ببینیم که به خاطر این اتفاقی که افتاده مثلا براشون برای زندگیشون یک اتفاق افتاده که مثلا یه تاثیر بزرگی داشته حالا چه مثلا پدر پدر مادر این افراد بوده یا خود این افراد بوده یعنی میشه میگن recent history یعنی همین سالهای اخیر اتفاقات اخیر درست ما خیلی در رابطه باش احساساتی خواهیم بود وقتی میخوایم صحبت بکنیم الان کسی درباره اینکه هیتلر چه کار خوبی برای بشریت کرده نمیخواد چیزی بدونه خب تا الان تا, تا مردم میخوان در وش چیزی بدونن این چیزه کار بدی کرده ولی این, این اتفاق برای کسایی که در زمانهای قدیم بودن برعکس میشه من مطمئن شما اگه در رابطه با هیتلر کسی کتاب بخواب بنویسه 500 سال بعد یا هزار سال بعد شاید بنویسه که کارهای خوبی که هیتلر کرده رو مثلا شاید به عنوان هیتلر به عنوان مثلا یک مرد بزرگ شاید بشناسن بگن هیتلر بزرگ ولی چون که الان فقط 50 سال میگذره یا 100 سال میگذره از اون اتفاقاتی که افتاده مردم بیشتر یادشونه بیشتر باش کنکت هستن بیشتر باش احساسشون احساسشون بیشتر بهش رب داره یعنی اسلاز احساسی نزدیکتر هستن به اون اتفاقاتی که افتاده پس بنابراین کسی که نمیخواد بدونه که هیتلر چه کارهای خوبی کرده میخواد میخوان می بدونن که کارهای بدی که کرده و هالوکاست و و کارهای و غیره درست. پس بنابراین شما داخل کتابخونه نمیرین و کتابی رو بگیرین تو دستتون که نوشته باشه که good, the good things Hitler did حالا در رابطه با امپراتورهای قدیم اگه دقت بکنین مردم های قدیم مثلا در روی ال ال الکسندر مثلا شما صحبت میکنین به عنوان بخاطر که اون اتفاقی که افتاده اون بلایی که سر مثلا اجداد ما آوردن در ایران شما از ایشون خوشش شاید نیاد یا شاید مثلا به عنوان الکسندر بزرگ ایشون رو ن... اه... ننامید ولی در جای دیگه الکسندر به عنوان الکسندر بزرگ no. همونطور که کوروش بزرگ میشناسن و آدم های دیگه ای که به... به قول معرف اه... The گریت هستش و این آدم ها اگ... به خاطری که خیلی زمان گذشته مردم الان بیشتر فوکس میکنن به اینکه چه کارهای خوبی برای بشریت کردن تا اینکه کارهای نکات منفیشون رو بیشتر بده ن... تقریبا نکات منفی آدم های بزرگ که در زمان قدیم بودن ن... 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 نکات منفیشون پوشیده میشه زیاد کسی در روشون صحبت نمیکنه مثلا چقدر آدم و کشتن خب مثل کسی که عکسش اه... میبینید جوزف استالین که خیلی معروفه این گفته ایشون که میگه یک مرگ به میخوام بخونم یک مرگ تراژدی است و یک میلیون مرگ فقط آمار وقتی که شما یک نفر کشته میشه شاید اسم شیشون رو بشناسین بگین که مثلا فلان کس که اینقدر داشت عمر داشت مثلا سنش اینقدر بود و از فلان جا بود و, و این اتفاق ایشون افتاده و ایشون اینطوری مثلا از این دنیا رفتن ولی اگه بخواد در رابطه با یک میلیون آدم صحبت بکنی دیگه کسی اسمای این افراد رو نمیشناسه دیگه کسی باشون دیگه زیاد اون نفر است که اسطوره میشه دقیقا ولی بخاطر همین استال میگه یک مرگ تراژدیه ولی یک میلیون فقط آمار آماره بعد وحت... اتفاقا من استالین رو آرش حالا اصلا من استالین یه جورایی خیلی قبولش دارم به سیاست سیاستمدار بله خب حالا از ما خواستن که در مورد جنگ جهانی دوم صحبت بکنیم اگر به اونجا رسید من بیشتر در مورد استالین صحبت کنم اصلا میشه یه پادکست در رابطه باشون درست ببین استالین کسی بود که در واقع آدم اصلی که استالین رو شکست هیتلر رو شکست استالین استالین بود یعنی جای هیتلر رو زمین گیر کرد که نباید زمین گیر میکرد یعنی اگر استالین اون کارو نمیکرد واقعا هیتلر دنیا رو اگر اگر مسکو فتح میشد چون میدونیم که ما سن پترزبورگ چیز شد فتح شد و کیف هم فتح شد از سه شهر بزرگ اتحاد جماهیر شوروی سابق و اگر در واقع مسکو فتح شد تموم بود ولی استالین اونجا اومد یه سیاستی به خرج داد که هیتلر اونجا زمین گیر کرد و من اتفاقا استالین خیلی با اینکه آدم کمونیستی بوده و آدم دیکتاتوری بوده من کلا استالین خیلی قبولش دارم بله پس در رابطه با ایشون یه پادکست حتما درست بکنین میخوای بگم توی جنگ جهانی دوم چرا که نه حالا مکس آقای هیتلر که شنانگان هکی کسی رو تا ندیده بود اینم هم اولین بار آقای هیتلر هستن که همونطور که گفتم که در آینده من مطمئن شاید شد سال بعد شاید هزار سال بعد اگه بشریتی هنوز باقی مونده باشه در رابطه با ایشون کتابایی که می‌نویسن در رابطه با کارهای خوبی که کردن برای بشریت حالا اون کارا شاید هم خودش سر ام نکرده باشه شاید ایشون یه جنگی رو انداخته باشه که شاید بشریت پیشرفتی بیشتر کرده باشه ولی الان ما در رابطه با این اتفاقاتی که مثلا بعد از جنگ جهانی دوم دو افتاد ما صحبت نمی کنیم ما صحبت نمی کنیم که مثلا به خاطر جنگ جهانی دوم دو چه خوبیایی پیش اومده چه چه مثلا رقابت هایی ایجاد شد که ما رفتیم مثلا داخل مون رفت و تو اسپیس چقدر پیشرفت کردیم و جای دیگه کسی در رابطه این موضوع رو صحبت نمی چون که بازم گفت تاکید می‌کنم که این اتفاق چندین سال پیش افتاده و هنوزم ما بهش کنک هستیم هنوز خاطراتش زنده خاطرات هست ام میرسیم تقریبا به سر موضوع مانگل ها حالا ما در رابطه ها که صحبت می اگه خیلی کوتاه بخوای به من بگی درباره چه شناختی داری در رابطه با مانگلها، ها اومجان خیلی در مورد م... حالا شما داری لفظ انگلیسی رو به کار میبری من مغولستان اسمشو میذارم بله سرزمین مغولستان سرزمینیه که بیشتر دشته یعنی جایی که فقط دشته آرش خب به, به،, فقر وجود داره بله و به نظر من سرزمین هنوز نشم که هنوزه مغولستان که از پهناورترین کشورهای دنیا ولی همچنان که از فقیرترین کشورهای بله. دنیا خب ما میگیم میبینیم که مغولستان از دیرباز فقیر بودن بله و خب وقتی که فقر اقتصادی وجود داشته باشه فقر فرهنگی هم وجود داره میتونیم یه همچین بله چیزی چیز ذهنیتی داشته باشیم و خب یه سرزمین پهناور فقر وجود داره و همونطور که قبل از پاکتی هستشیم ما هم دیگه صحبت میکردیم مردم بادیه نشین قبایل خب اولین چیزی که به ذهن آدم میاد جنگ بر سر مراته بل. یعنی میخوان یارو اون دشت بگیره دامش رو اونجا مثلا همش قبیله آره و این در دشته این میخواد بگیره اون میخواد قلم رو اضافه بکنه دقیقه. پس میتونیم بگیم فقر و بعد بعد از فقر میاد همون در واقع شرط جغرافیایی بود بعدش فقر و بعدش جنگ بر سر مراتع و اتفاقاتی که خیلی راحت شاید به ذهن هر انسانی که هیچ چیم در مورد تموچین یا چنگیز خان مغل ندونه بیاد توی ذهنش مثلا بگی آقا مغل سن. با یه اطلاعات بیسیک میتونی هم چیزایی رو بیاری توی ذهنت بله خیلی اطلاعات خوبی داری اتفاقا بخور کار منم راحت کردی از از داش بودنش رو توضیحاتی داری خیلی ممنونم خواهش میکنه خب بله مانگول ها خب آره یه اطلاعات خیلی به قول معروف کلی به ما دادی همون جان ولی خیلی خیلی جالبه که در همه جا تقریبا الان جدیدن کتابایی که مثلا نوشته میشه در رابطه با مانگول ها و یا مثلا تاریخ و در اون زمان خیلی مسالاتی هستش که در رابطه با چنگیز خان مغول هست یا کلا خود مانگول ها کسایی که دوروریشون بودن خیلی اطلاعاتی هستش که ریس ریس که دیگه در رابطه با این اطلاعات زیاد صحبت نمیشه و باعث میشه خیلی در رابطه با این نکاتی که خیلی هم کوچیک هستن و خیلی هم بزرگ در جایگاه خودشون باعث میشه خیلی نمیدونن و به خاطر که ببخشید بخون تو تو بله میخواستم می ببینم که عکس بعدی رو چی الکساندر گذاشتم میخواد بخاطر... چون که عکس الکساندر گذاشتم بزن در دارم... مقایسه بکنم یه جورایی الان الکساندر دی گریتو الان بازم من خود کار ما مشکل میشه چون که ما در رابطه با الکساندر مثلا کارهای بدی ایشون کردن بیشتر میدونیم چون که ما یه کشوری هستیم که ایران جزبی از کشورهایی بوده که زیر دست ایشون نابود شدن به خاطر همین ما بیشتر میدونیم ولی اگر یه آدم عادی مثلا مثلا همین آمریکا شما در رابطه الکساندر بپرسه میگین او الکساندر دی گریت مثلا الکساندر بزرگ کسی که مثلا هلنیسم او بورد شما میدونید چی میگه فارسی شو بکشت بدونم مجسم سازیه دیگه آه درسته بله هلنیسم خب کتابخونه اون کتابخونه هرم این رو هم کرده کردی که بزرگ یک از بزرگترین کتابخونه هایی بودش که در طول تاریخ وجود داشته بله بله نه اینو بله. بله خب زیادتر در رابطش این چیزها رو ما میدونیم ولی کارهای بدی که کرده من بازم دارم مقایسه میکنم با یه شخصی آره یه شخصی شخص که داخل مثلا آمریکا باشه در مقایسه میکنم آم... در زی... خوبی که کرده که حتی خودشم هم نمیخواست هم چی کاری بکنه خودش هیچ وقت نمیخواست بیره داخل کشور دیگه بهشون هلنزم رو یاد بده مجسم سازی یاد بده آ... این فقط یه اتفاقی که افتاده و کردیتش رو به کی میدم به الکساندر گریت میدم میگن که اگه الکساندر گریت این قسمت ها رو نمیگرفت هیچ وقت هلنیزم ها... اینم هلنیزم فکرم میشه نه ولی سنگ تراشیه سنگ تراشی نه مجسمی جلو رو, رو دارم میگم به خاطر همین میگن که رو که مثلا ایشون رو انداخته ولی در با کاره بعدی که کردن زیاد صحبت نمیشه, خب ببین آخه یه چیزی هم بزنم بگم تو دا... آرش الان من اعتراضی بهت دارم خب تو داری الکسندر رو الکسندری که تمام فنون نظامی رو به صورت آقا, آقا این آدم چیز بوده شاگرد سقراط بوده بله سقراط افلاطون بوده حالا باز الان میان اونجا رو من گیر میزن <applause> <applause> از من به فارسی من نمیدونم شاگرد یکی از <applause> ببین شاگرد یکی از معلمانی بزرگ بوده شاگرد فن... پلیتو بوده پلیتو میشه سقراط دیگه به فارسی نمیدونم آره خب بله تو ف... داری اینو با چنگیز خان مغول ببین جفتشون یه خصیصه ثابتی دارن خب جفتشون به ایران حمله کردن و ایران به خاک و خون کشیدن من هیچ منی که مثلا حالا اسم من هر چی که هر کی میخواد هر چی بذاره بذاره منی که آدم وطن پرستی ام از اینها خاطره بدی دارم خب ببین اتفاقا آقای اسکندر با که دو نفر خیلی که شما بازشون خوش میاد نه بس خوش اومدن نیست اسکندر دارش. و آقای چنگیز خان شما در واقع گفتین که گفتین که استاریشون پلیچو بود درسته هم ببین اینو چه بگم برعکس چنگیز خان همین همینو میخوام بگم ببین این آدم تحصیل کرده درستی بوده بله ولی بله اون یه آدم بادیانشین بی سواد فقط جنگجو بوده خب بله دقیقا به اسکندر همه چی هم داده, داده شد اسکندر برای برای چی میگن برای دوست کردن نظام و اینا هیچ کاری نکرد به بهش ارس رسید ایرس رسیده بود ولی کسی فلیب. که مثل چنگیز خان خودش الان ما بحث رو شروع میکنیم کسی بود که خودش همه چی رو به دست شو آورد پدرش هم فل... فیلیپ مقدونی بود دیگه پدرش که امپراتور روم باستان بود بعد اون ولی خب اینم به خاطرش رفت تعالیم خاص خودش رو دید میرسیم حالا من منظورتون آقای چنگیز خانه نه 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 نه, آقای الکساندر الکساندر بله ایشون خود دیگه همه چی بهش بش... بس <مسدر> ای بله. کرده ای بود بله همیشه بهش ارث رسیده بود البته از کاری که ایشون کردم که برای خودشون برای مثلا اون زمانی که کشور خود منطقه خودشون که بوده که به درش رو خورده رو ما بهشون قول معروف میگم کردلش رو ازشون نمیگیم ولی خب به نظر من این شخصی مثل چنگیز خان مغول که از هیچ چیزی اومده به همه چیز رسیده خب یه آدم آره... واقعا اسپشیالی درسته خب آره اینو قبول دارم ببین متحد کردن یه مملکت بزرگی مثل مغولستان هم که ما اولش هم گفتیم یک مملکت وسیع مثل این آره مغولستان اینی که مثلا بیاد بجنگه بله. و قبایل رو با هم دیگه متحد بکنه یه ارتش مثل کاری که دیاوکو کرد توی تاریخ ایران یعنی اومد چیکار کرد همه قبایل رو با متحد کرد یه ارتش مرکزی یا یک نظام واحد مرکزی درست کرد خب این کارو کرده بله. خب شکی درش نیست بله خب برمیگردیم به سر اصل مطلب که داشتیم میگفتیم که بالاخره ما یه جوری میخوام ثابت بکنم که حرفای هستش که شاید در زمان قدیم گفته میشده چون مثل همین زمانی که مثلا هیتلر هستش منم مقایسه میکنم یک مقایسه خیلی خوبی که میتونم بکنم همجان جان مذهبه که چه اتفاقاتی در زمانی قدیم افتاده که کسایی که اشخاصی که مثلا مذهب رو برن برای ما معرفی کردن درست. حالا من کلی کلی کل... دارم عکس هم به عرب به میدونستی که بله درست بله دارم کلی میگم خواستم حالا بگم عرب داشتم یه عکس نشون میدونم خواستم زیاد به یک دین فقط گیری بدم حالا اگه دقت بکنید تقریبا همه دین ها. شاید مثلا یک دین یا دو دین باشه که مثلا شما میتونید کار به کار به کار, به کار, کار, به کار کسی نداشتن و مثلا شب بودیزم شما بگید مثلا بگین یکیش باشه که مثلا کار به کار کسی نداشتن زرتشتی هم زرتشتیه میشه من در واقع با زرتشتی زیاد نمیدونم ولی شما میگین کسی رو به زور شمشیر یا هر نوع دیگه نیومدن مثلا بگن که شما باید مثلا این دین رو قبول بکنین یا اصلا اف... افکار ما رو و فرهنگ ما رو قبول بکنین این چیزها در مذهب هم بوده هومن جان ولی در رابطه با این چیزها کسی صحبت نمیکنه شما الان مثلا یک کسی مسیحی باشه یک کسی مثلا مسلمون باشه یا یا هر چیز دیگه شما اگه بخواید در رابطه با این کارهای بدی که شده اتفاقات بدی که افتاده که این دین تونست درست بشه بخواید صحبت بکنین در... کسی نمیخواد در رابطه صحبت بکنه چون که میگن که مول دینمون بخ... برای درست شدن دینمون این همچین کارهایی مهم بوده yes. یعنی آم چی میگن نمیخواست همچین اتفاق بیفته ولی واجب شده بوده که همچی اتفاق بیفته که این دین لازمه این ماجرا که بله. بله. لازمه این ماجرا این بوده که خون ریخته بشه که بخواد بیاد این در واقع این هدف به اینجا برسه حالا میخواد دین باشه میخواد آزادی باشه میخواد هرچی که میخواد امپراتوری باشه باشه هر باشه. بله خب بعد میرسیم به این شخص لورد اکتون که یک حرفی زده بودن که Uh, یه کوتیشون که میخواستم شعر بکنم Great men are almost always bad men میتونی ترجمه کنم من جان میگه مردان بزرگ تقریبا همیشه مردان بدی هستن بله یعنی میگن هر کسی که لقب بزرگ داره باید یه کارایی کرده باشه م... مثال بزنیم همان برای کسی که بتونه لقب بزرگ, بزرگ بزرگ بگیره این شخص باید حاضر باشه چند نفر رو بکشه که یه همچین لغبی رو بهش بدن خب حالا بذار من بذار یه مثالی بزنم در رابطه با این قضیه یه کوچولی من مشکل دارم مشکل من این هستش که ببین من میتونیم برگردیم با هم دیگه یه روز بشینیم اپیزود کوروش بزرگ رو گوش کنیم خب کوروش بزرگ با کمترین خونریزی که میتونست اومد امپراتوری ایران رو شکل بله ولی بله ولی خون ریخته شد بله خون ریخته شد ولی بیشترش شاید مثلا بگم بله حمله هم کرد ولی مثلا یکی از حمله ای که مثلا به فکر کنم اگه درست یادم بیاد به کلدانی ها کرده بود این بود که کلدانی ها همش حمله میکنن به عرامنه. متوجه متوجهی و هی اونجا اذیت میکردن اینم حمله کرد اونجا آخرش هم دست یکی از همین کلدانی ها کشته شد خب و یا مثلا بیان برگردیم به داستان تصرف شهر بابل شهر بابل بدون خونریزی فتح شد چون که نیازی نبود آره ولی وقتی که همه به البته من طبق گفته شما من که در با تاریخ ایران زیاد نمیدونم طوری که شما تعریف کردین نیازی نبود به خون ریخته شدن آره. خب آره همون ببین ولی به هر حال یه چیزی بگم اینی که کوروش بزرگ میاد دستور میده میگه که چیکار کنید شمشیرتون رو رو به مردم نگیرید یکی از معروف کورش بزرگ میگه شمشیرتون رو رو به دشمن میگید رو به مردم نگیرید هر مردمی که میخواد باشه خب ببین من در رابطه با یا yeah. ما داریم رضا شاه بزرگ بله خب رضا شاه بزرگم آره یه سری آدم رو کشت من خیلی 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 دوست دارم که البته بگم ما یه اپیزود یک ساعت و نیم در مورد رضا هستش توی یوتیوب که کامل گفته همه بله. چیز در مورد رضا شاه گفت حالا من یه یک نکته کوچیکی رو میگم وقتی که رضا به سلطنت رسید تقریبا میشه گفت ایران 20 دولت مد... اه... چی میگن مستقل داشت یعنی ایران کاملا تجزیه بود توی مازندران میرزا کوچیک خان بود توی مشهد یکی دیگه بود توی خوزستان یکی دیگه بود تمام توی کرمان یکی دیگه بود متوجه هیچ این دونه دونه همه اینا رو حمله کرد گرفت کشت چون لازمش این بود که بکشه به خاطر اینکه تمامیت ارضی مملکتش حفظ بشه خب نمیتونی بگیم رضا شاه آدم بدی بوده خب ببین بازم من فکر میکنم که یه خوره همان جان خیلی احساساتی هستی در رابطه با این موضوع و در رابطه من. با این ش... اشخاص که مطالعه کردی و میدونم خیلی زیاد در رابطه با این اشخاص خوندی ولی من در رابطه با این اشخاص هر چیزی که میدونم تقریبا از خودت میدونم خب پس بنابراین من, من نمیتونم قاضی خوبی باشم در رابطه با این موضوع چون که من از جاهای مختلف و در رابطه با این افراد نخوندم حالا ولی... به دسته... ولی 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 یه چیزی که من میدونم اینه که شنبندگانم. خب یه چیزی که من میدونم اینه که امپراتوری و شاهنشاهی با خون ریزی درست شده خب من هر اینجا کسی اینجا رو که قبول امپراتور بوده هستم خب. هر کسی که امپراتور بوده و پادشاه بوده اگه کاری هم کرده برای نفع خودش بوده خب برای نفع شامی که میخورده و خانواده خودش برای هر مر... گفتن در تاریخ هم گفتن مثلا برای مردم این کار کردم خیلی شما میتونید در بحث بکنید و فردا که آیا این انتخاباتی که مثلا کرده پادشاه این کارهایی که کرده آیا برای مردم بوده یا برای خودش بوده یک... یه سری کارها میکنه که مردم ام... امپراتور ها میکردن که مردم خوشحال نگه دارن. بله ولی نه که خاطر که حالا واقعا دلشون میخواست که مردم خوش باشن ولی به خاطر اینکه مردم خوشحال باشن این وقت بر علیه پادشاه بلند نشن خیلی کارها رو پادشاه کردن درست. که بعد در آینده مثلا مثلا الان مثلا کسی کتاب می نویسه میگه وا این پادشاه همچین کاری کرده بود ولی خب شاید لازم دونسته که همچین کاری بکنه که مردم در بر وای نسن مثلا شما مثلا میگفتین که وقتی که ایران حمله کرد به بابلان همه یهودی ها رو آزاد کردن بره. درسته بره. خب من در رابطه با این موضوع تیزاری ندارم ولی شاید خب اگه من خوام حساب کتاب کنم شاید یه نفی داشته شاید یه استیت مثلا این وقتی من ها رو آزاد کرده یه نفی داشته برای پادشاه ایران خب. نه اینکه نفعش اون ولی طوری مالیاتی که... بودی که پرداخت می‌کردن دیگه دقیقاً ولی طوری که گفته میشه طوری که تاریخ گفته میشه که واو مثلا ایران رفتش پرژیا رفتش مثلا بابلون گرفت و اولین کاری که کرد همه یهودی ها رو آزاد کرد و یهودی ها تونستن برگردن به خاک مثلا نمیدونم که خداوند یا ابراهیم بهشون نمیدونم پرامس کرده و خدا بهشون پرامس کرده بود ولی در رابطه با صحبت نمی کنن که یهودی ها رو که آزاد کردن یه نفع داشته به خاطر اون نفع آزاد شده بودن حالا ما در رابطه با اون موضوع صحبت نمی کنیم. ولی هر کسی که بازم دارم میگم شاهنشاه ها و این لیدرها هر کسی هر کاری کرده برای منافع خودش بوده و خیلی میتونیم بازم بیشترشون آره مکس بری خب بله میرسیم سر همون شخصی که قراره در برش این پادکست رو پر بکنیم از اینجا داریم تقریبا شروع میکنیم اون اولش هم اینترودکشن اینترودکشن نبود بعد چیزایی بود که بعد گفته میشد که تا پایه‌سازی میشد پایه‌سازی میشد که برسیم به این شخصی که واقعا خیلی اسپشاله اسم ایشون تموجین بود تموجین اسمی بوده که یکی از حریفان پدر چنگیزخان. چنگیزخان مغول بوده که در یک جنگ کشته میشه به توسط پدر چنگیزخان مغول که اون اسم میگیره و وقتی پسردار میشه اسم پسرش رو میذاره تموجن نومت ما گفتیم چی بود نومت جان؟ میشه نه میشه اشایر اشایر کوش هم میشه گفت درسته درست مانگول آم... ها کی بودن؟ تیموجین در چه خانواده به دنیا اومد؟ آیا درست بودش که آرش سه تا خال روی دستش بوده؟ همچین آه... افثانه هایی در مورد این آدم هست اون خال نبوده میگن که بلاد بوده یعنی ماه گرفتگی بوده؟ نه نه آه. بلاد خواه. یعنی مثلا رگ گرفتگی میگن ولی رگ گرفتی نه بشه بلاک کلاش. یعنی مثلا مثل, مثل سپات بلاد مثلا روی اندر شما هست زیر پوست شما درست میگن دازه یه ناکل بون بوده درسته یعنی خون مردگی بوده خون مردگی, بوده. خون مردگی. بله آه اوکی okay. بله نمیدونم کجاش بوده ولی میگن وقتی بدون اومده بوده بلاک کلاد داشته درسته و خیلی هم کوچیک بوده ایشون از نمادهای مانگولیا بودن یعنی از اشایر مانگولیا بودن همونطوری هم که همان جان جلوتر توضیح داد مانگولیا روی یک ستپ بهش میگن ستپ به انگلیسی به انگلیسی هم خوندن شده استپ، ستپ برای که طور که توضیح داری مثل یه دشت دشت مانند بله که آب هواش با شهر خیلی فرق میکنه خیلی فرق میکنه بعضی جاش امکان داره اصلا برف بیاد بعضی جاش امکان داره توفان بیاد بعضی جاش امکان داره جش باشه مثلا گر... آم... چی میگن بیا. خاکی بیادش، مالشن و هر چیزی آره نمیدونم شن داخل ستپ هستش نه ولی میدونم آب هواش خیلی خیلی متفاوته متفاوت و بده و صاف هم هستش اگه بخوام توضیح تو... دیگه توضیح میدن خیلی ها میگن که مثل اوشنه مثل در اقیانوسه ولی اگه آبو ورداری ازش نکنه واقعا بوده در زمان قدیم حتما بوده حتما بوده آره یعنی خیلی صاف جای مثلا به این بزرگی که تقریبا از چینه درسته خب آم... بزرگی بگونه. چین که قطعا نیست ولی به حال سرزمین بود حداقل دریا میتونسته باشه چرا که نه میدونی حالا مثلا اگه بگیم اقیانوس مثلا نه که اون ستم اندازه از اقیانوس اطلس بزرگتره جدی میگی من آره. نمیتونستم من که دیگر آره دیگه ببین همینه این هم وقتی که مثلا یه در واقع سرزمینی حالاتی مثلا سطح د... اگه دریا بوده که من میتونم اینطوری بیام چیزش کنم در موردش صحبت بکنم که یه مقداری از سطح دریا پایینتره پس این در واقع تراکنش هوا یعنی از لحاظ جغرافیایی تراکنش هواش زیاده پس دچار تفاوت های زیاد آب و هوایی میشه بله دقیقا یه کش سرد میشه یکی کش گرم میشه بله. چون تراکنش هوایی زیاده چون منطقه پستر از بله. سطح دریا درست میگه بله پس بنابراین کسی اونجا نمیره شهر بسازه اون قسمت ها رو معمولا الان هم اگه دقت کرده باشین جایی که استپه زیاد الان که دیگه مانگولیا یک کشوره ولی حالا بزن زمان قدیم مسائل بزنیم خود آسان تره زمان قدیم مثلا جایی که ستپ بوده همون آ... چی گفتیم دشت, دشت مانن بوده کسی زندگی نمیکرده همه اونایی که کوشنشین بودن و اشایر که ما بهش میگیم یا نومد نومد فقط زندگی میتونستن بکنن مردم شهری نمیتونستن روی ستپ زندگی بکنن چون که شرایط زندگی خیلی فرق سخت سخت کشاورزی نمیتونست داشته باشه هیچ کاری بکنی خب خب بین بر... بر... به اینکه که تیموجین به دنیا میاد تموجین به دنیا میاد شما هم که خیلی ممنون که یادآوری کردی که ایشون یه بلاد داشتن و رو میزن تموجین و منطقه که به دنیا اومده همون ستپ یوروشیان رو میگن اونجا به دنیا میاد ایشون بعد تنها چیزی که تقریبا بیشترین چیزی که ما در رابطه با ایشون میدونیم از کتابی گرفته شده که اسمش از Secret History of the Mongols فارسیشی میشه Secret, of the Secret of the تاریخی مغولها قدیمی ترین کتاب یا دست نوشته شده یا هر چیزی میخوام بگیم در رابطه با چنگیز مغول و مانگل ها کتاب حال داریم این کتاب هستش تو این کتاب خوندی؟ نه اوکی. ولی یعنی خود کتاب رو نخوندم ولی چیزایی که در آخر کتاب نوشته شده در کتاب های دیگه خوندم یعنی کتاب رو خوندم ولی از طریق کتاب در واقع اصلیمون این کتاب است هم این کتابه و حدود 25 تا کتاب دیگه چون همه این کتابایی که من تا به خوندم همه تقریبا همه کتابا در رابطه با این کتاب صحبت کردن و همه تیکار رو خوندن دیگه برام دیگه خود کتاب رو چی من نخوندم خلاصه این قدیمی ترین کتابی که در رابطه با چنگیز خان مغول داریم که 12 تا چپتر داره از زمانی که ایشون به دنیا میادش تا زمان مرگش و بعدها هستش که داخل این کتاب نوشته شده و این کتابم فقط و فقط برای مانگول ها بوده به خاطر میگن سیکریت هیستوری آف مانگولز کسایی که مقام بالایی داشتن داخل مانگول ها میتونستن این کتاب رو بگیرن بخونن و بدونن در مثلا چنگیز خان و مغول و یا هر کسی دیگه که میخواستن بدونن که مهم بوده برای مانگول ها و نویسنده این کتاب معلوم نیست کیش. معلوم که کیه خب ما اونها خیلی سیکریتیو بودن حالا ما بهش میرسیم که چقدر سیکریتی بودن و چقدر براشون مهم بود که کسی در رابطه با کارهایی که خیلی مثلا سیکریت هست براشون هیچ کی سر در نیاره مثلا میگن چنس خانم مونگول حالا, حالا بعدا مثلا بهش میرسیم میگن که نمیدونم 20 هزار نفر وقتی که رفتن برای سرمونی که وقتیشون مرده بودن و 20 هزار نفر رفتن چی میگن برای عزاداری دیگه و وقتی که این 20000 نمیدونم 20000 یا 50000 نفر وقتی 50000 حالا تعدادش دقیقاً یادم نمیاد همه اینا رو میگیرن میکشن بعدن که چون منطقه که منطقه‌ای که چنج خان ما قلا مثلا خاک کردن رو نفهمم که کجا هستش اینقدر برشون مهمه خیلی استرکت بودن یعنی استرکت چی میشه اونجا خیلی جدی بودن جدی. خیلی جدی بودن در رابطه با همه نمیدونم حالا شون رو یا شاهنشایی رو همین چیزا من این نکرده بودم من طالب این موضوع فکر نکردم قبر چنگیز خان رو نمیدونیم ما کجاست میدونی نه همون دارم میگم بخاطر همین همه رو کشتن کسایی که رفتن اتندنت کرده بودن وقتی در راه برگشت بودن همه رو میگن سلاتر میکنن که کسی هیچکی کی پس بنابراین اون سولجرای که کسایی که مثلا کشتن اون افرادو اونا هم نمیدونن نمیدونستن که کجا هستش به اینا فقط گفته بودن که این افراد که از اونجا میان بیرون مثلا داخل یه جایی مثلا دور بهشون آدرس میدن که اینجا میان میگذرن همه رو بکشین با... هم همه پس بنابراین هیچکی نمیدونه که چنگیز خان مغول کجا خب ای فرمیده فرمیده این ب... این بله این کتاب در 1227 سال 1227 نوشته شده نویسندش نمیش... نمیدونیم دوازده تا چپتر داره خب پول مغولستانه پول مغولستان بله میرسیم به همین قضیه که ما داشتیم جلوی تر تقریبا باش صحبت در باش صحبت میکردیم در مورد شخصی که در سوال میکنه تموجین برای بعضی یک شخص واقعا وحشی و بد، یک یه بدترین انسان مثلا روی کره زمین یا حالا هر چیز دیگه ولی برای بعضی انسان ها که مثلا داخل خود مغولستان ایشون یه هیرو هستش ایشون رو به عنوان یه هیرو میشناسن کوراششونه دیگه <سؤال> آره حالا ما مثلا در مورد کوروش مثلا ما میتونیم بگیم داخل یو این اون چیزی که در کورش کوروش گذاشتن برای حقوق بشره درسته در مورد چنگیز خان چنگیز خان مغول شما میخوان چیز بزنین تعداد آدمایی که کشته ایشون و اجدادی که از ایشون باقی مونده رو کره زمین درست میگم درست دیگه چه افتخار میکنه میگن در مورد با ایشون آره <سؤال> <سؤال> اتفاقا یه نکته ای که توی ذهن هم بود همین الان که گفتی همینه به خاطر اینکه وقتی که حمله میکردن خب به حال حملشون با در واقع هم همراه بوده دقیقا اصلا زن هایی که میگفتن داخل مانگولیا به اونجا میرسیم وقتی میگفتن زن چقدر زن داشته اینا را زن نبودن اینا کسایی بودن که در جنگ ها و جای مختلف که میگرفتن به عنوان زن میگرفتن یعنی ریپشون میکردن بهشون تجاوز میکردن ولی به عنوان زن در بارشون صحبت میشد داخل مثلا جای مختلف هم من شنیدم جن مغولستان جن افراد مغولستان خیلی از مردم جهان هستش میگن میگن از صد نفر یک نفر میگن دایرکت دیسندنت چنگیز خان مغوله بله خب شاید ما الان بریم مثلا آزمایش ژنتیک بدیم باشه آرش امکانش هست یا مثلا هست؟ م... مثلا ممکن مثلا 10 درصد مغول باشیم 10 درصد عرب باشیم کی میشه ایران اومدن حتما میشه <تصفح> خب پس در رابطه با کسی داریم صحبت میکنیم چنگیزخان چنگیز خان مغول که اسمشون تیموجین بود و در سال 1162 یا 1167 ایشون به دنیا اومدن کسی نمیدونه تاریخ دقیقا تاریخ تولد ایشون ولی یا در 1162 یا 1167 یا بین این سال ها ایشون به دنیا اومدن و همون زمانی بوده که کروسیر های یعنی یا جنگ های صلیبی بوده در سراسر سر دنیا دنیا که اروپا و آسیا یعنی آره دیگه اروپا دیگه آره و اینو به خاطر دیدم میگم که اونایی که مثلا در واقع مثلا نمیدونن که چه زمانی بوده هزار و مثلا 162 مثلا چه سالایی بوده انسان سامو بوده که جنگای صلیبی بوده که همگی میگفتن میگفتن ویچارا یعنی جادوگرا ویچا میشه جادوگرا جدگر. رو میگفتن میسوزوندن و این کارا میکرن. رو میکردن رو صلیب میگرفتن برعکس میسوزوندن و این کارا رو در اون موقع یه شخصی بدونیم میاد یه بچه بدون میاد که اسمش میذارن تیموجین روی استپ یوروشیا که اینجا شما اگه عکس دقت بکنین این سب... قسمت هایی که سبز هستش بهش میگن استپ و ما وسترن استپ داریم که سمت چپه و این سمت راست که شما میبینی نوشته مانگولیا فکر کنم ما ما بتونم ببینن شاید نبینن و چاینا رو که میتونیم ببینین چین و بالاش و مانگولیا اون قسمت سبز اون همه قسمت سبزش میگن استپ یعنی دشت دشت یا همون یه چیزی با... هم پیشه ایشون روی هم یه منطقه‌ای که روی استپ به دنیا میاد کسی هم نمیدونه که دقیقا روی کجا به دنیا میادش ولی میدونن روی استپ ایشون به دنیا میادش قسمتی که کلا همه اشایر همه اش... اشایری که دور و کره زمین هستن یا بودن همشون یک مر... در رابطه با یه چیزی مشهور بودن مثلا میگفتن ایشون اشایر خرسواره مثلا ایشون اشایر مثلا نمیدونم اصف سواره مثلا ایشون اشایر مثلا نمیدونم شطور عربستان ستب هستش یا یعنی؟ نه همون دشت اینا دیگه مثلا شطور سوار میشدن اینا هر کدشون یک نوع حیوانی داشتن که دومسته کردن که برای دومسته یعنی اهلیش کردن که آه بتونن برای از اینور تو از اینجا تا اونجا رفتن و بتونن, بتونن داشته باشن که براشون کمک بکنه این منطقه مانگولیا هومنجان که میگن اسب حدود هزار سال پیش تا 4000 بین هزار سال تا چهار سال پیش اسب در این منطقه اینترودوس کرده حالا هر کی کرده در رابطه با اون موزم بحث بین علما و <applause> و هنوز نمیدونن که کی اوورده ولی میدونن بین هزار تا چهار سال پیش یه نفر یا حالا یه گروه یا هر چند نفر اسب اوورن برای منطقه و اونجا دیگه به عنوان اسبای وحشی بوده که بعد حالا هر کسی میگیره اهلی میکنه یا اهلی بوده یا حالا هر چیزی ولی اسب وجود داشته اونجا. وجود داشته و به عنوان نمبر ون کمپانیان انسان اونجا بوده کمپنین به فارسی چی میشه اونجا نمیدونم <laughs> کمپانیان مثلا مثلا دوست مانند مثلا و ام دیگه okay. کمپانیان اسب بوده از زمان بچگی از میگن از سه سالگی مانگولها ها مثلا سه سالگی مثلا شاید سگ میخرن برات یا گربه میخرن یا چیزی یه چوتی میخرن در اون زمان مانگول ها وقتی بچهشون تقریبا سه سالشون می بهشون یک اسب هدیه می اسبم اسب با اسب کوچولو نه که اسب بزرگ و با بچه بزرگ می شده اسب کر اسب بله کر اسب می دارن و بچه با اسب بزرگ می شده اسب مثل چی می مثل یک همدم کمپانی مث... هم همدم, چه همدم. مثل, مثل... مثل همدم فکر می‌کنم باعث میشه مثل تقریبا رابطه یک انسان و یک سگ وقتی شما یه سگ دارین که از پاپی گرفتین بزرگش کردین چه رابطه‌ای دارید بهترین دوست تا دیگه یه همچین رابطه این انسان های مانگولی با اسباشون داشتن یعنی میتوسن سود بزنن اسب مثلا میومده دیگه نیازی نداشتن مثلا جنگایی هم که میرفتن اسباشون نیاز نداشتن که حواسشون باشه که اسباشون مثلا اسبای اضافه هم داشتن ولی همشون طوری با اینا ترین شده بودن که دیگه نیازی نداشتن هی نگاه بکنن حواسشون باشه که اسب آمدن یا یعنی نه خود اسباشون همیشه با اینا بوده درست و هر روزم بوده پیداشون میکرده یعنی اسبا یه چیز خیلی خیلی مهم مهمه برای بده. برای ها. و بهش میرسیم که چرا مثلا اسبا چه کارایی کرده برای اینا حالا یه مقداری هم که آرش بگم یه مقدار کوچولویی فرنگشون شبیه فرنگ چیمیه خب ببین مانگول ها دیگه میشه گفت چینی ها بودن دیگه یعنی اون قسمت مال چین بوده هم جان و چین اون قسمت رو ول کرده بود چون که همه مانگول ها به عنوان آدم های وحشی به حساب میمدن و اون دیوار چین هم که درست کردن که مانگول ها رو یعنی اون مدل مانگول نمیگفتن میگفتن, میگفتن کسایی که مال همون اشعار, اشعار را میگفتن میگفتن اینا رو بیرون نگرشون میداشتن چون اینا وحشی بودن و هنوز اهلی نشده بودن هم چینی ها همچین باوری داشتن که حالا در رو چین صحبت کردیم رسیدیم به شهرهای چین حالا فرق بزرگترین کامپیتشن یا بزرگترین ثرد که مثلا کسایی که مثلا داخل این مانگل بودن فرقشون چی بوده اصلا فرقشون بوده که کسایی که داخل قسمت مانگولیا زندگی میکردن زیر چادر بودن زیر چادر بودن و با کسای دیگه که هم جنگ میکردن اونم زیر چادر نشین بودن و خیلی راحت بوده براشون که بتونن برن به جنگن با قبیل های دوش بودن دیگه و اینو مقایسه بکن با چین چین که همشون شهره و, و همشون دیوار دارن و همینطور که عکس شما نگاه میکنین کلا فرق میکنه خط دارن همشون سواد دارن کاغذ پاپیروس اختراع کردن دقیقاً میگم یکی از بزرگترین فرهنگی که تا حالا ما اصلا دنیا به خودش دیده میشه که فرهنگ چینه اصلا قابل مقایسه نیستش با در اون زمان میگن طوری که چیزی که من یادم اومد جان میگفتن که با سوادترین آدم های یعنی با, ت... با تمدان ترین و با سوادترین آدم های اون زمان که در زمان چنگیز خان مغول چینی ها بودن میدونستی خو خب. اون زمان در همون 1000 و... حالا میگه 1200 ایران که درگیر جنگ بود اروپا که درگیر جنگ بود همه جای دیگه اصلا کلا با به دا جای رسیده بودن که چین با تمدن با و با سوادترین کشور به حساب می اومد یا منطقه حالا فرق چین و منگول‌ها ها چی بود چین همشون شهری شده بودن آدم های چند جنریشن گذشته بود و شهری شده بودن بیشتر از لحاظ شهری منظورم اینه که به لایف ستایل یعنی به شرایط زندگی که مثلا کشاورزی میکنن و مثلا میرن سر کار یا میرن نمیدونم زورتشون عوض میکنن با فلان چیز و یه هر چیزی سبک زندگیشون با مانگولی ها فرق میکرد مانگول ها کسایی بودن که وحشی بودن و اسوار بودن و بادی نشین بودن و به حال انسان هایی بودن که زندگیشون رو از فقط دامداری داشتن دیگه کار دیگه نمیتونستن بکنن که برایشون بله اصلا کلا سبک زندگیشون فرق میکرد حالا ای ام این چی میگن نکته های مهمی که در رابطه با این افراد سولجر های چی بود سولجر چی میشه سرباز های ها خب ما میدونیم که همشون از سوارهای واقعا ای هستن که در اون زمان هیچ کسی در دورور کره زمین نمیتونست مثل مانگول ها اسوار باشه یعنی اصواری نمیتونستن مثل مانگول ها باشن اینا هم که اسوار خوبی بودن در همزمان آرچر خوبی هم بودن یعنی تیرکمان خیلی حرفه‌ای بودن تیرانداز تیرانداز حرفه‌ای بودن که فکر نمی‌کنم هومن جان بازم تیرانداز از تیراندازی که آرچری یعنی از تیرکمانی در در طول تاریخ نه تاریخ, تاریخ. من اتفاقا من گفتن شنیدم هیچ کی نداره و حالا مخلوط اول و دومی هم همینطوره سوارکارانی که به این خوبی بتونن در حین سوارکاری تیراندازی بکنن ما در طول تاریخ هیچ وقت به خودمون ندیدیم یعنی در طول سوارکاری مثلا میتونن چه میدونن مثلا ده نفر رو بکشن بله میگن میگن که وقتی در حال حالت اسواری مانگول ها میتونستن پرنده شکار بکنن در حالت اسواری میتونستن پرنده شکار بکنن با تیراندازی که از حالا ما نمیدونم شما با اصلا سخت بکنی <applause> فکرشو بکن من, من که مثلا آرچر هستم و که در رابطه با با اینا میدونم الان وقتی که مثلا میخوام تصور بکنم که در حالت از شما بتونین شکار بکن. حالا حتی یه آهو خیلی سخت هومن اینها میتونستن گنجشک بزنن تو هوا بقول معروف بعد اینم تیرکمون مانگول ها هستش که در اون زمان ازش استفاده, می میکردن برای شنوندگانی که فقط میتونن گوش بکنن به این میگن ریکرو بو یعنی حالت مثل الان ما کامپاوند داریم که ویل داره یعنی تایر داره که تایر داره که قلف میشه و یه خود آسان تر از ریکروه من, من خودم کامپاند استفاده میکنم برای دلایل دلائل... دلائل, دلائل که خودم دارم که شاید اون بعدا جای جا دیگه باشه که دربارش صحبت بکنیم ولی این بو مانگول ها بوده یعنی این شکل بوده. کمانشون بوده که پولش یعنی بر وقتی که شما این میکشیدین 160 پوند وزن داشته همانجا میخوام کمکم بکنیم این رو ما توضیح بدیم وقتی که شما بر رو میخرین کمان رو میخرین و وقتی که ستش میکنین وقتی که شما میگیریم در حال کشیدن میکشین وزن داره وزنای مختلف داره مثلا شما از 40 پوند مثلا شاید استفاده بکنین یا 20 پوند استفاده بکنین یعنی هر چقدر میکشین یعنی حالت اگه 20 پوند باشه شما دارین 20 پوند میکشین اگه 160 پوند باشه یعنی شما دارین 160 پوند میکشین درست یعنی میتون توضیح بدین که چندگان و بیرنگان بدون من چی میگن خب در واقع این انرژی رو که داری به اون در واقع حالا اسم این چیزه چیه اسم ریکرف نه 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 اسم این تارش چیه وقتی به تاره کمانه تار کمان وقتی به تار کمانت داری انرژی رو وارد میکنی که بتونی اینو به اون جای مثلا اون جایی که میخوای برسونی برسونی شما داری انرژی رو مصرف میکنی که گفتی چند پونده؟ مال پونده؟ مال منگل ها 160 پوند بوده س... یعنی شما داری 160 پوند رو از روزنی بلند میکنی یعنی شما داری انرژی رو استفاده میکنی که میتونی با هاش یک وزنه 160 پوندی رو از روی زمین بلند کنی حالا هر پوند تقریبا نیم کیلو 160 پوند تقریبا میشه هشتاد کیلو برای بچه‌ای که تو ایران مثلا با واحد وزن با واحد کیلو کار میکنن به مثلا شما داری وقتی که این کمان رو داری میکشی داری انرژی رو برابر برداشتن یک وزنه 80 کیلوگرمی مصرف میکنی دقیقا پس اون وزنی که پشت شما هستش پشت اون تیر شما هستش اگه از کمان منگل ها استفاده میکردین 160 پوند پشت تیر شما بوده مثلا من که شکار میکنم با کامپاند بو یعنی کمانه که کامپاند هستش که با این خیلی فرق میکنه و خیلی میگن راحت تر از اینه من 65 پوند رو میکشم کمان من 65 پونده و وقتی هم شروع کردم از 40 پوند شروع کردم با اینکه شونم بزرگه و زورم هم بد نیست شما جان ولی از 45 شروع کردم و کم کم برد درجه درجه شبس میکنیم ما کامپاند شما میتونیم مثلا به 45 پون بعد بکنیم 50 پون پنج پون یا هر 3 یا چار. حالا هر چقدر میبریم بالا که شونتون عادت بکنه چون یک مایچه داره شونتون که شما هیچ داخل باشکاله میتونیم ترینش بکنیم فقط و فقط شما میتونیم با آرچری یعنی همون تیراندازی باش کار بکنیم حالا مال من 65 پونده الان بله مال من هش... و خیلی ها 65 پوند یا مثلا 70 پوند میزن زیاد نمیزنن پس همین وقتی هم مثلا من 65 پوند مثلا میرم تمرین میکنم او من بعض موقع شب واقعا بعد یه کار یه چی میگن یه حرکت های بعد انجام بدم که در... دردشونم نمیذاره بخوابم اینقدر سخته پس بنابراین من که الان در تصور میکنم که اینا ها 160 پوند رو میگرفتن به راحتی میکشینن و میگن و گفته شده که اینا مانگول ها میتونستن 20 تا تیر رو به نشونه بزنن در عرض یک دقیقه یک دقیقه اینا میتونستن 20 بار با این قدرت با این قدرت و یادتون هم نره هم انجام وقتی شما میکشین همون دقیقه نمیزنین یه خوردن نگه هم میدارین درسته؟ و وقتی نگه میدارین بازم دارین انرژی مصرف میکنین باز هم گفته شده گفته شده که مانگل ها در زم این تکنیک رو یاد گرفته بودن که هنوز هم که هنوزه فکر میکنم از سوار ها اونایی که آره آرچری هستش که رو اسب میشینن مثلا تیراندازی اندازه میکنن یا نه نمیدونم ولی این تکنیکی که مانگول ها میشه گفت اختراع کردن این بود که زمانی تیر رو از تیر کمون ول میکردن که اسب چهار تا پای اسب از روی زمین بلند شده یعنی طوری یاد گرفته بودن که میتونستن حس بکنن که آیا مثلا دو تا پای اسب میگیم سوم یا میگیم پا سوم <applause> سوم فرقا میکنه فرق میکنه, میکنه. میکنه. بله پا پس راحتر یعنی میتونستن بفهمن که آیا مثلا پای اسب چهار تا از روی زمین بلند شده یا مثلا دو تاش پایینه چه مهارتی و چه دقتی و چه تمرکزی دقیقاً چون که شما اگه مثلا دارین تیرو میزنین به همون دقیقه پای اسب خوره به زمین امکان داره امکان که نه صد درصد امکان داشته یا میره یا پایین میره یا بالا میره اینا تمرین داشت تمرین میکردن که زمانی که اسب بازنده خوام تکرار میکنم چون واقعا برای من مهمه چهار تا پاش بالا روی هوا هستش اینا نشونه می زدن همین عکسی میکرد... که داره روی تف... دوستانم رو دارم روی صفحه میبینم همین دیگه ببین دقیقاً چهار اسب رو ه... چهار پا رو چهار پای اسب رو هوا و اون در واقع اون شخصی که اون وسط هستش داره خرگوشو میزنه داره خرگوشو میزنه درست بله و میگن چنگیز هم آرچری یعنی همون تیراندازی رو مادرش رو بهشون یاد دادن میدونسته که اونجا خب اما مثالی که نمیدونم شما شنیدی میگن که یه چوب بغل یه چوب مثلا راحت‌تر میشکنه و چهار چوب رو هم بذاری سخت‌تر میشکنه می اینو, اینو مادر چنگیزخان به چنگیزخان یاد میده از زمان بچگی اتحادش رو از لحاظ اتحاد بهش یاد میده بهش میگن که خیلی معروفه این داستان اصلا اون داستان اصلا, اصلاً اون کتاب سیکرت هیستوری اف مونگولز گرفته شده که مادر چنگیز خان یه روز یک دونه تیر اصلا تیر کمون به چنگیز میده و برادرش میگه بشکنینش و اینا راحتی میشکننش بعد میگم 5 تا تیر رو یک جا بهش میده میگه اینو بشکن و چنگیز خان نه چنگیز خان میتونه بشکنه هم تمجین نه تمجین میتونه بشکنه نه برادرش و همون روز بهش یاد میدیم یکی که یک چوب و حتی میشکنه و یعنی اتحاد به شما اتحاد بهشون یاد یاد میده که فکر کنم اونجا میگه که چی میگه که <تصفح> ببخشید میگه که هیچ وقت فکر کنم چند تا برادر بودن که تعداد اون چوبا بوده بله و میگه که فکر کنم چهار تا بوده یا نمیدونم تعدادش یادم نیست میگه اگر شما برادرها پشت هم دیگه باشید هیچ کی نمیتونه اتحاد شما رو از بین ببره که همچین اتفاقی نیفتاد حالا در رابطه صحبت میکنه بله یک سگ استرالیان شپرد هم گذاشتم که یادآوری بکنم که اون ریلیشنشیبی که بین انسانهای های و اسبشون حتی میشه به سگ هم نزدیک تر بوده چون واقعا وابسته به اسبشون بودن که برای هر کاری که میکنن یعنی افرین چیزی مهم مهمترین چیزی که بوده برای منگول ها اسبشون بوده که دقیقا مثل سگ بوده برای خب ببین آرش همینه ببین الان شما داری یه قطعاتی پازل رو داری که هم دیگه میچینی که همش با هم دیگه خانایی داره ببین ما داریم میگیم زندگی اشایری زندگی اشایری یعنی دامشون و داریم میگیم سوارکاری و داریم میگیم تیراندازی این اصول زندگی اشایریه و داریم میگیم الان سگ خب کسی که زندگیش این شکلی از پایه ساخته شده و به حال به اینجا رسید یعنی جامعه ای که به اینجا رسیده و به حالا این شکلی شده خب سگ میتونیم بگیم که قسمت مهمی بوده آره قسمت جدا ناپذیری از این زندگی بوده چون احتمالا اینها همشون گاوی گوسفندی به حال زندگی دامداری داشتن بله کی ب... اتفاقا بله. نه اصلا دامداری نداشتن زندگی اشیری بر پایه دامداریه نه مال مال ها نبوده مانگول اصلا نداشتن مانگول ها اصلا در صحبت میکنه اتفاقا یکی از مهمترین چیزی هم که خب چه غذا می خوردن بهش میرسه اوکه. بله اوکی الان الان اصلا نه آخه ندارم دارم میکنم خب این این نکاتی بود که به دامداریش میرسیم اتفاقا خیلی نکته مهمیه یکی از مهمترین نکات موفقیت چنگیز خان مغول بوده که میخوام بهش برسم به خاطر همین چون که میخوام توضیح کامل بدم در بگو پس این نکات مهمی بود در رابطه با اشخاصی که داخل حالا میگیم آرمی مانگول ها برها, برها میشه یا هر چیزی یعنی افراد مانگل ها این بود که فرقش با چینی ها این بود چینی ها الان دیگه خیلی درسته با سواد شدن میتونن بنویسن شهنشیدن. و, و دارن مزرعه دارن و کاغذ دارن خط دارن زبان دارن به قول معروف سافت شدن درسته سافت چی میشه به فارسی نرم, نرم شدن یعنی نرم شدن یعنی کلمه درست شما استفاده کنید فارسی چی میشه سافت شدن خب یعنی حالت مثلا آ... 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 رو... حالت شهری ما نمیدونم آخه چیه تیتیش مامانی شدن آره حالت دیگه میشه شهرنشین شدن دیگه دکام پس پیس. فرق میکنم با آدم های وحشی مانگول ها نوسته. و مانگول ها هم همچین به همچین سبتی رسیدن در برای جنگ و اینجور چیزا درسته؟ یعنی دقیقا برخلاف خلاف هم دیگه حرکت کردن دقیقا حالا میرسیم به مانگولین وومن یعنی زنهای مانگول ها مغل. که اینا فرق میکنن همه جان با همه زنهای دورور کره زمین شاید میشه گفت تا همین الان فرق میکردن یه چیزی که داخل منطقه مختلف مثل امپراتوری های مختلف یا هر چیزی که میخواید مقایسه بکنیم که در رابطه با زن های موقع فکر بکنی اینه که هم تو خونه میشستن و بچه داری میکردن یا آشپزی میکردن یا هر چیزی درسته بعضیشون آرتست بودن مثلا هنر هنر مثلا کار هنری میکردن و چیز کارهای مختلف کم پیش میاد که در رابطه با یک زن جنگجو مثلا جای نوشته باشه مثلا شما داشتید در جان آف آرک درسته. داشتیم صحبت میکردیم چقدر مهمه برام واو مثلا یه زنی مثلا گرفته, گرفته یک آرمی رو مثلا ستاپ کرده و کرده درسته. پس کم پیش میاد ولی داخل مونگول ها خب مغول ها در زمانی که مغول ها بوده در همون استپ زن های مغول ها همشون به قول معروف یه جوره مثل واریر بودن همشون آرچری بلد بودن و کسایی که به بچه ها آرچری یعنی همون تیراندازی یاد میداده هم زنها بودن توی خونه وقت هم داشتن بله پس وظیفه آموزش به بچه ها مقصا پسرها بابت مادرهای خونه بوده نه تنها پسرها همینجا اشتباه نکنه آره هم بچه ها هم... کل... کلا همه بچه ها هم از سواری و هم تیراندازی و چیزهای مختلفی که برای جنگ و مثلا برای میگفتن همه اینا رو این زنها یاد میدارن به بچه ها برای این که شما بتونید به بچه ها هم چیزها رو یاد بدین خودتون چی؟ خودتون با خیلی چیزا بلد باشی درسته خودت بعد استاد باشی که به کی آموزش بدی بله پس اگه یه روزی مغول‌ها از این قبیله بخوان حالا ما کلی داریم صحبت می‌کنیم از این قبیله بخوان برن به یه قبیله دیگه مثلا به جنگن و اون قبیله بخواد بیاتش حمله بکنه به زن‌ها زن خودشون از خودشون زنها میتونن از خودشون دفاع بکنن. دفاع بکنه. این خیلی فرق بزرگی بوده بین مغول و حالا داریم مقایسه میکنیم با چینی با چینیا, چینیا. خیلی فرق بزرگی بوده چون بی دفاع نبودن بی دفاع نبودن حتی بچه ها چی از خودشون دفاع بکنن تا حدودی بله بله میرسیم حالا چون داریم در رابطه با زن های مغول ها صحبت میکنیم در رابطه با... نه ایشون که زنش بدا. زنش بوده زن تموجین هستن ایشون و البته بازم من تاکید میکنم در رابطه با این عکسایی که مثلا چیزایی که مثلا کشیده شده من داخل گوگل من رو پیدا کردم ولی دلیل نمیشه که 100 درصد ایشون این شکلی بوده چون که در با شکل قیافه زن ایشون و خودشون ما چیزی نمیدونیم نمیست. شما مجسمه که مثلا میبینین عکسی که در با چنگیز خان هستش یکی در زمان قدیم کشیده و همون تقریبا مونده دیگه هر کسی که چیزی میکشه وابسته به همون چیزی که کشیده شده هستش ولی هیچکی در اصل نمیدونه که این این اشخاص چه شکلی بودن یه چیز مهم مغول بوده خی خیلی سکرتیو بودن نمیست. ایشون در سن 16 سالگی ازدواج میکنه و به وسیله پدرش م... یعنی ارنج مرنج بوده ارنج چی میشه اونجا خب ازدواجی که از پیش تعیین شده و پدرش دوست داشته که قبل از اینکه بمیره چون که ایشون میمیرن ب... بر... در سن فکر کنم 16 سالگی پدرشون رو از دست میده و قبل از اینکه ایشون میخواستن بمیرن یعنی میخواستن ببینن که پسرشون چی عروسی کرده و ارنج میشه و در سن 16 سالگی با زن ایشون که میبینین اسمشون هم برته بود بورته بورته با بورته ازدواج میکنه و ایشون هم یه بکگراند کوچیکی که بدم ایشون رو نپ میکنن یک ترایب دیگه یک قوم قبیله دیگه میادش و ایشون رو کپنپ چی میشه؟ دوز میدوزنش ایشون رو میدوزن و اون ترایب هم بهش میگهتن مرکیتز مرکیتز ها شروع رو میدوزن و, می و تقریبا می تقریب می تقریب می تقریب می تقریب برای یک نه پیش اونها بودن که یک و وقتی که برمیگردن بحث این بود که بچه که ایشون حامل وقتی برمیگردن حامل بچه بر نمیگردن اینجا همینجور توضیح بدم که اولین باره بر اولین باری که چنگیز خان مغل گرفت یه افراد رو متحد کرد و برای یه قبیله دیگه رفتش جنگید این موقع بود به خاطر زنش بود به خاطر زنش بود آه پس آغاز امپراتوری مغل رو ما میتونیم بزنیم برای یک اولین جنبشی که رسکیو زنش آها، آها. برای زنش میره و تقریبا تا وقتی که ایشون چنگیز خانه مغول میشن تا برها میان مثلا به عنوان رئیس کله اون ستپ میشن نسل مرکت از کره زمین پاک میشه یعنی نسلشون از من میبره یعنی حتی نسل بین مرکتس فقط همون قبیله نبود قبیله های دیگه بودن که اونها مثلا نسلشون مرکیتس بودن اوکی چنگیز خان یه کار میکنه که تا زمانی که مثلا ایشون میشه چنگیز به عنوان خان شناخته میشه تا اون موقع نسل نسل مرکیتس از زمین پاک میشه یعنی جنشون, رو بین جنشون رو از بین میبره جنشون از بین میبره بله ایشون بعد میره برای میگن کانکست اولیشون میرن زنشون رو نجات میدن و خیلی میگن که اولین باری که مثلا چنگیز خانم که مغول خان شده مثلا در اون زمان میشه گفت شده و حتا قبیله بزرگی هم بوده که اون زن یارو رو بردن اون موقع اتفاق زیاد میفتاده داخل استپ اچ اتفاق بهش گفتن وست حالا ما مثلا میرسیم کلا این اتفاقات خیلی چیزه معمولی بودن بزنین میبینم مطمئن بشم که هیچ نه بله خب اومدیم رسیدیم سر فایتینگ استایل کلا اشایر آدمایی که داخل روی استاب زندگی که حالا هر قسمتی بودن کلا اینجا که ما میتونیم بخویم بیگین استیج آن فورت فال خیلی بهش میگن کمین حالت کمین بازی میکردن مثلا دوست اینطوری نمیمدن به جنگ که مثلا اعلام بکنن یه ارتشی بیاد توش مثلا وایس دیوار درست بکنه نمیدونم اینجا شمشیر زن باشه و اونجا تیر کمون زن باشه و حالا هر چیزی استراتژیشون حالت کمین بوده همش کمین بوده حالا ما اگه بخوام بگیم یه جور نامردی همش بوده مثلا طوری بوده که مثلا از یه دره در ای دررت میشی مثلا حالا که دره نبوده مثال میزنم یه همچی چیز یا مثلا میمدن مثلا یه چیزی که خیلی اما که نزدیکشون بوده که مال چینی ها مثلا بعضی می میرفتن اونجا میگن لوت یعنی میرفتن دزی دوزی میکردن دوزی هم نه لوت لوت چی میشه قناعه قناعه میرفتن اونجا یه کارشون مثلا خیلی معروف بودن این بود که اکتر داشتن این مثلا هنرپیشه داشتن که میرفتن اونجا با حالت جنگ و یعنی خوان جنگ بکنن و مثلا لوت بکنن و نمیتونستن و حالت فرار میکردن وقتی فرار میکردن همه مثلا مردم اون شهر مثلا سولجرا و مردم دنبال اینا میرفتن وقتی این دنبال اینا میرفتن شهر خالی میشد از, از اونور مثلا آدم های همین استپ که ما میگیم از شایر میریختن و اون موقع لوت میکردن مثلا این کارها رو زیاد میکردن این, این سبت که اه، اه، کلن جنگ این آدم های ستب بود که بهش میگن انبوش مداخله هانتینگ هم داریم بهش میگن وقتی شما میگن شکار ما شکارچی مختلفی داریم وقتی میگن امبوش هانتینگ یعنی شما میرین یه جا کمین میکنی مثلا مثلا شاید رو یه نوع حالت درخماننده میذاری یا میری مثلا بالای درخت میشینی به اینا میگن امبوش مثلا هانتینگ پس تکنیکشون حالت کمینی بوده از برای جنگ هر جا که جنگ میکرد حتی با قبیل های بغل پس این قسمتی که استپ هستش ما میتونیم آم به قول معروف میگیم اگری بکنیم که یه جایی بوده که کلا وایل وست بوده یعنی خر تا خر بوده اومد جان هر قبیله‌ای ای میمده زورش بیشتر بوده از اونجا مثلا دوزی میکرده و بغلیه رو میزده بله زنها رو مثلا می‌گرفتن میبارن مثلا به عنوان سکس لیو یا هر چیزی یعنی اصلا کلا اون راخر استاب که همین چیز بوده هیچ قانونی وجود قانونی نبوده هیچ قانونی نبوده و خر بوده و همه انسان همه آدمایی که روی استاب زندگی میکردن راضی بودن یعنی آماده یه جور آماده بودن که برای یک نفر بیاتش و قوانین رو ایجاد بکنه که از این خر و از این بی‌قاعدگی در بی‌قاعدگی در بیاتش یعنی آماده بودن این زمان بود که همین چنگیز خان مغول همه رو متعید کرده بوده برای اینکه بره چی از زنش نجات بده پس آردی یه جورایی چی تجربه رو داره و خودش هم خیلی خیلی ها الان طرفدارش هم چون وقتی که رفته زنش نجات داده به عنوان یک مشنی میدونستن که ایشون ما ما موفق شدن و آردی یعنی همین الان یک کسی رو یعنی, یعنی مردم قبولش دارن درسته یعنی اینکه در واقع اومد یه ذهنیتی رو برای اولین بار به وجود آورد که بیاد بتونه چیکار بکنه دو تا قبیله رو با هم دیگه متحد بکنه و به عنوان یه هدفی بره سراغ یه قبیله دیگه که بتونن اون کار رو انجام بدن درسته پس بنابراین این، بریم یه بریک بگیریم و برگردیم آره ببین من میخوام اگه توضیح داری بده در مورد این من میخوام قضیه جنگ رو بذاری واسه یه بریک بگیریم بعد برگردیم نه بریم پس بریک بگیم چون به اونجا نرسیدیم باش پس بریش تو بریش بریک... الان تا اینجا یه جوری جمعه بر اشکال نداره بسیار علی ما همشون پس بیارم. ما یه طرف کوتاه میگیریم باز در خدمت شما ایزان هستیم بله خب بله ما هم برگشتیم بله. در این فاصله کوتاه یه تصمیم گرفتیم که این اپیزودی که میخواستم درست بکنم امشب خیلی طولانی میشه و تصمیم گفت اینو یه یعنی اول رو بکنیم دو قسمت پس براوریم امکان داره اپیزودهای بعدی هم همچین بلای سرشون بیاد به جایی که 5 تا اپیزود بشه امکان داره بشه چی 10 تا, تا. تا شاید هم هم بشه شاید تا بشه 8 پس ما دیگه قله میدیم چند تا اپیزود دیگه ببین اطلاعات زیاد در موردش چرا ما در اختیار بقیه نذاریم دقیقاً چیزی خب. رو کم نکنیم تا حرفت گم نشه ادامه بده. بله به قسمتی رسیدیم که بله این همش هرج و هر مرج بود داخل این منطقه ها و هر کسی زورش بیشتر بود میرفت مثلا هر چیزی که از اون قبیله بود میگرفت و برای خودش می آوردش و گنگیز خان یا چنگیز خان مغول یا تموجه از این سو است استفاده کرد و همیاران ما با صحبت کردیم طرفدارای زیادی پیدا کرد و خاطر که زنش نجات داد و شروع کرد قبیله به قبیله با مردم صحبت کرد با قبیله دارا و خودش رو به عنوان یک حالت رئیس معرفی کرد و هنوزم چیز نشده بود هنوزم 100 درصد و صد درصد نشده بود در این موقعیت فقط تونست همه رو یونیفای بکنه یعنی یکی بکنه درسته؟ هر قبیله متحد بکنه متحد بله دنبال کلمه میگشتم بیاد همه قبیله ها رو که حالت وایل وست بود دومیتش همه رو با هم یونیفای uh, میکنه بزرگ این اکس کلیک بکنم نشد با اکس که معروش داریم اکس تموچینه. بله خب ولی خب تموچین میدونیم که جورت من توضیح دارم کسی دروش ما خیلی کم میدونیم یعنی تنها کسی که در کل تاریخ حالا ما کل این چیزایی که ما در ساعت بکنیم خیلی کمه بخوای مقایسه بکنی با کسی که اینقدر بزرگ بوده و اینقدر مثلا کارهای زیادی کرده منظورم از از بزرگی منظورم اینه کارهای زیادی کرده و اینقدر برای کلا نسل بشریت یک چطور میتونم توضیح بدم این قسمت یعنی یه یعنی بزرگی بوده خب بزرگی کرده مثلا در هیتلر خیلی بیشتر ما میدونیم یعنی میلیونها میلیون ها برابر تموجین ما در مثلا هیتلر میدونیم و مثلا حتی ما شکلش هم نمیدونیم چه شکلیه این که شکل شما میبینیم ما نمیدونیم این شکلی بوده یا نبوده این اصلا ما میدونیم این شکلی نبوده چون که اصلا طوری طبق اون کتابی که سیکرت هیستوگرافت مانگوس نوشته ایشون میگن که موهای سرشون قرمز بوده و چشاشون هم سبز بوده و جای دیگه هم نوشته شده که مثلا چشمشون آبی بوده و ولی موی قرمز زیاد جا نوشته شده در رابطه بشه اون که اتفاق خیلی هم مثلا شما فکر بکنید در منطقات همچین اتفاقات میفته مثلا ایشون یه دختر افغانی هستن که روی جلد مگزین نشنال جیوگرافیک بودن ایشون و مثلا زیبایی بوده بله این عکس دارم نشون که که بخاطر اون منطقات همچین مثلا چشم سبز یا آبی مثلا مثلا سبز مثلا زیاد بوده این و اینم عکس یک بچه، دختر بچه ای هستش از همون منطقه منگولیا. پس اگه بخوام مثلا مقایسه بکنین یه همچین شکلی مثلا بیشتر میتونه مثلا نزدیک به چهره ای که اصل چنگیز خان مال بوده برست. میتونه باشه. اینم نیست پس تقریبا در رابطه با ایشون با اینکه ما همه این همه اپیزود درست بکنیم میشه گفت میشه گفت که ما در رابطه با ایشون چیزی زیاد نمیدونیم چیزی نمیدونی وضعمون اینه بله دقیقا ام <applause> ام یه چیزی که در رابطه با برادرشون من در... سر گفتم ولی توضیح ندادم اینه که برادر ایشون برادر خودشون رو میکشه به خاطر که برادرش مثل که از ایشون دزدی میکنه و با برادر دیگهش میره برادر خودش رو در سن بچگی میگیره بردار خودش رو میکشه بخاطر همین خیلی هم میگن میگن که هر چیزی که چنگیز خان داشته به دست آورده یعنی و براش از پشت خنجر زدن بیتریا هم پشت خنجر زدن میشه یه کلمه بهتری از براش همون از پشت خنجر زدن کسی که بیتریا بکنه خیلی برش میومد به خاطر همین هم میگن که برادر خودش رو در زمان بچگی هم حتی کشته وقتی که میرن خونه و مادرش میفهمه که آه، آه، تموجه برداشت رو کشته مادرش هم همون رسم نمیدونم یه چیزی میگه که دقیقا یادم نمیاد که میگه که این بچه نمیدونم برای بشر فلان کاری میکنه دقیقا دارست. یادم نمیاد چش شما بله اینم یه جوری داشتم میشون میدادم اکشن می بینیم حالت وایلد مانند بوده اون زمان و وایلد وست مانند به فارسی چی میشه که من استفاده میکنم ولی به فارسی نگفتم نمیدونم میتونم نگاه بکنم بله دستم. دستم, خود به میکروفون ببخشید بله وایلد وست بله بعد آه. ایشون تموجه وقتی که میرفتن قبیله با قبیله یه چیز یه حالت کالاسکه میگین دیگه درسته اومن جان به این؟ آره مثلا چریت این شکلی بوده که عربه تموجه داخلش بر عربه همچی, همچی شکلی بوده که تموجه داخلش میشسته و میرفتن از شهر به شهر. از قبیله به قبیله که و... این توسط گاو چیز میشده کشیده میشده درسته یا توسط اسب فکر می کنم اسب باید اسب باشه همشون از سوار بودن حالا که من رفتش کنیدم آرش اسباشون خیلی اسب تنومندی بودن تنومند یعنی چی؟ یعنی حالت مثلا بیگ ماسل بودن مثلا بزرگ بودن صد درست دیگه اینا رو اگه بهترین اسبا رو بودن پس بهترین اسبا هم فکر میکنم باید داشتن درست. در زمان خودشون آم، پس ایشون قبیله به قبیله که میرفته و قبیله که مثلا با ایشون بد بودن و, و قبول میکنن که زیر مثلا دست ایشون هستن شروع میکنه سلاخی کردن میره, میره اون سلاخی یعنی چی؟ یعنی سلاخی یعنی کردن یعنی قصدابی کردن بله دقیقا. میره, میره دونه دونه همه رو میکشه و این کالسکه که عربه که خیلی معروفه وای میساده می مردم رو از بغل این عرابه رد میکردن و اونهایی که قدشون از این قسمت چوبی عرابه بالا بود و می گیرن سراشون رو می اونایی که از این به پایین بود و می گرفتن و می به عنوان برده یا هر چیزی به عنوان سلیف می و برای خودشون نگه می داشتن یعنی در واقع اینطوری خب آخه میدونی یه نکته واسه من مکسنس نمیکنه این رو با دشمناش میکرد درسته بله حالا دشمنای چنگیز خان اون زمان مثلا میتونست تنها کسی باشه که مثلا حالا این زمانیه که چنگیز خان همه رو یونیفای کرده و چنگیز خان به عنوان لیدر میشه ولی هنوز رسمی رسمی نیستش هنوز هایی هستن که بر علیش هستن مثل مثلا یکی از تاتار تاتارها بود که الان عکسش مدرن میبینیم چنگیز خان میره اونجا کلا کل قبیله رو چه کوچیک یعنی از نو... اون عراوه چه بالا چه پایین رو ریز رو داشت همه رو همه میگیره میکشه همه میگیره میکشه و تقریبا میگیره همه این بلا رو سر تا سر این منطقه انسان ایجاد میکنه که همه رو میگیره زیر دست خوش میکنه و بقیهش دیگه دیتیل های زیادی هست شما انجام ولی دیگه بقیهش رو بذاریم برای اپیزود بعدی که دوستان گوش بکنن چون که الان دقیقا, دقیقا نصفش کردم که بعدش دیگه نصفش بشه برای اپیزود بعدی دوستان خم... یه استراتی میکنیم و بعد در میگریم برای کامنت خوندن ما گفتیم تصمیم گرفتیم فقط دو سه تا کامنت رو بکنیم خب من یه خیلی کوتاه بگم پس ما تو اینجا اومدیم یه اطلاعاتی در مورد در واقع چنگیز خان دست آوردیم وضعیت جغرافیه کشورش مغولستان چطور بوده وضعیت خانوادگیش چطور, چطور بوده و از کجا دست به شمشیر میشه بله. چطور بزرگ شده؟ از کجا دست به شمشیر میشه؟ به خاطر همسرش به یه قبیله دیگه حمله میکنه و به خاطر این کار مجبور بوده که از کمک یه قبیله دیگه استفاده بکنه و این اتفاق باعث میشه که به یه امنیت نسبی برسه و بیاد و تیه چند سال بیاد کل مغولستان رو زیر دست بگیره اونایی که باش متحد شدن متحد شدن اونایی که باش متحد نشدن کشته شدن و تقریبا میشه که بیاد بیاد بگیم به یه استقلال نسبی توی کل مغولستان رسید حالا که شما این چیزا رو توضیح دادین من یه دو نکته دیگه هم اضافه بکنم خطب. برای که تقریبا تخم من... نیم نیمرو زدی واسه من بخاطر توضیح که <تصفح> یه، 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 یک، یکی از جنرال‌های قدیم بوده که می... آ... یادم نمیاد دقیقاً میاد که یه مثال معروفی میزنه میگفت برای تخم درست کردن مثلا قدیم منظورم شاید من 50 سال پیش باشه 100 سال دقیقاً. که گفته میگفت برای تو میک ان یو هاف یعنی برای تخم مرغ درست کردن شما باید تخمق رو بشکنید منظورش این بود که برای مثلا شاید برای درست کردن مثلا بخواه شما شما میگفتین که کروش و بزرگ همچین کارهایی کرد ولی به خاطر که میخواست به نفع خود مردم بوده یه همچین کاری هم جنگیز خان مغل کرد در همون منطقه استپ که ما میگیم که مغلستان امروزه حرف ایشون این بود که مثلا برای حال درست بعضی کشته میشن ولی ما داریم یه کار میکنیم که به نفع مردم خود هم یه استپ هستش درست. که ما میخوایم قوانین بیاریم و همه رو گرفت یونیفای کرد یعنی همه رو متحد کرد که قوانین خیلی معروفی هم نوشته بود داره درسته؟ دقیقا قوانین رو گذاشت که به اونجا میرسیم اسم قوانینش هم هستش بقید. و کاری که اسم قوانینش چی بود؟ کلتا هم چیزایی بود دقیقا خب. یه رو بعد نوشته بخونم بعدم یعنی مهمترین چیزی که تا اتفاق افتاده اینه که گرفته همه این قبیله هایی که روی استپ هست و با هم متحد کرده کاری که چینیا تا میتونستن میومدن نفوس میکردن که چی بتونن همه این اشایر ها رو جدا نگردارند و بینشون مشکل باشه و در این زمانی که همچی اتفاقی داره میفته چینیا هم چی هیچ خبری ندارن که همه این استپ ها کسای اشایری که داخل روی استپ داره زندگی میکنه همشون با همدیگه دست به یکی کردن تا دا الان چینیا هیچ خبر نداره که بعد در اپیزود بعدی ما میرسیم به زمانی که چطوری این ستا استیت بزرگ چین که در اون زمان بوده کدومشون اول خبردار میشن از این فاجعه و چجوری این خبر به گوششون میرسه به میبینن در اپیزود بعدی در رابطش صحبت خواهیم کرد بسیار عالی خب آرشان خیلی ممنونم ازت از با عنوان اپیزود اول بی بود حالا من نمیدونم اپیزود در واقع شیشم چه اتفاقی میخواد بیفته <تصفيق> <تصفيق> در آته با ایشون حرف برای گفتن زیاده جا پس بریم یه بریکی بگیریم و برگردیم برای کامنت خوندن بسیار عالی بسیار عالی خب با زمانش برگشتیم و زمان خوندن کامنت هستش ما کامنت ها رو تصمیم گرفتیم بیشتر از 10 الی 15 دقیقه نشه و ما تشکر میکنیم یه تشکر ویژه از همه عزیزانی که برای ما کامنت میذارن علی بالای عزیز خیلی زحمت کشید چند تا کامنت برای من گذاشته بود و خیلی ازشون ممنونم همه دوستانمون همه اونایی که ما دوستشون داریم تشکر میکنیم ازتون اما حضورتون ارز میکنم که آقای مهدی صالحی کامنتی بر ما گذاشته بودن که ایشون فرمودن که ما بیایم و برنامه رو لایه بندی بکنیم حالا اگر دوستان کامنتشون طولانی من دیگه نمیخونم مونتا ایشون فرمودن که ما برنامه رو لایبندی بکنیم که و ما کامنت رو خوندیم و در موردش صحبت کردیم و خب رسیدیم به نتایجی که یه تغییراتی داریم توی برنامه میدیم که حالا اگر بتونیم یه جوری به بهترین نحو ممکن بتونیم این قضیه رو اجرا بکنیم که بندی منظورشون چی بود یعنی اینکه که مثلا یه بخش بندیش بکنیم حالا من پشت برنامه برای توضیح میدم آرش میگم که در ایشون چی داره میگه باش و ما یه تغییراتی آره ندونن ایشون چی میگه چه خب برم بخونن کامنتش کامنتش واقعا میخوام بخون بخونم آخ کامنت خیلی طولانی و من بیشتر برای توضیح میدم و به این حرفای مناتو گفته شده بود این پیشنهادی که ایشون داره تا خب آه چشم آه ممنون از کامنت و پیشنهادت و تقاضا هم که شما هم میفرمید به هر حال که ممنون بابت زمانی که گذاشتید مهتی سالی عزیز و همه عزیزان که یه توضیح کوتاه دیگه هم که دارم میدم در مورد هارپ و فراماسونری از ما خواستن چشمون هم توی برنامه اون میذاریم و در خدمت شما عزیزان هستم فقط کامنت آخری رو که امروز خوندم یکی از دوستان آرش م... ما طرفدار زیاد پیدا کردیم کسایی که رو برنامه من خود ما بیشتر اساسند که خیلی جالب بود برام چی شده دوباره ببینم؟ یکی از دوستان فرمودن که من میخوام این کامنتو میخوام بخونم آقای عارف در قربت بله غریب نباشی رفیق <تصفح> <تصفح> لطفا ما آقایان آقا... لطفا به آن آقایانی که ما شنوندگان را به گونه ناآگاه میدانند بگویید عزیز جان شما از کدام دستگاه سنجش افکار و سطح آگاهی آگاهی افراد استفاده کردید که اینطور با اطمینان بعد از سی برنامه مفید نب... بعد از سی برنامه مفید نبودن این زحمات رو بیان میکنید اولا که من از شما تشکر میکنم بابت این کامنت به این زیبایی و ممنونم که شما به برنامه ما و به ما اهمیت میدید و خیلی تشکر ویژه ای از شما دارم ولی دوست از من فقط یه نکته ای رو بگم در, در واقع در تایید حرف شما من یه نکته ای رو اضافه بکنم. ببینید هر کسی که هر کاری میکنه شما این باش که یه سری منتقدینی داره و یه سری طرفدارینی مثل شما دوست عزیز داره که به حال من یه سری حرفایی میزنم ما یه سری کامنت هم پاک میکنیم ولی کم بوده خیلی کم بوده ولی خب با شاید باورتون نشه فحاشی هم میکنن و حرفای نامربوط هم میزنن به حال ما اون انتقادی رو که با ادبیات صحیح عنوان بشه رو دوست داریم دست منتقد رو هم میبوسیم و به حرفشون هم گوش میکنیم و دوستان عزیزی هم که مثل کامنت قبلی که من خوندم جاشون یه تخم چشم ما هستن پیشنهاد میدن اونم باز روش فکر میکنیم و در موردش حرف میزنیم و دوستانی مثل شما تاجیک عزیز علی بالا بانو دوستانی که از روز اول همراه ما بودن اونا هم خاک پاشون سرمه های ما هستش از همه شما عزیزان تشکر میکنیم آرش جان میخواستم به یه نکته اشاره بکنم که روی فیسبوک چند تا از شنوندگانمون نوشته بودن که ما که ضبط میکنیم پادکست بعدی رو ما هم نوشتیم دوازده ساعت بعد و دیگه به قولم عملی نکردیم چون که بازم یه اتفاق افتاد ویکند بود و من, و من هم از پارتی بعدمون نمیاد و پارتی یه چند تا پارتی بود و ما هم دیگه رفتیم پارتی من یه هفته مریض شدم بعد نه <applause> تا قبلش مریض بودی ویکند ویکند سرحال از منم سرحال تر بودی خب پارتی به دیگه دادش. آره چرا که نه دروغ هم <تصفح> خب نمیگیم, نمیگیم, نمیگیم دیگه ما دیگه پارتی باشه دیگه پارتی دیگه چیکار کنیم خب زندگی شخصیمون هم هستش بعد بعد به حال بعد بهشون قول دادیم ولی خب سعی میکنیم در حد قولی که دادیم دیگه عملی بکنیم و اینکه کامنت های میخواستم یادآوری بکنم کامنت های کل برنامه‌ای که شما مینویسین چه های قدیم چه برنامه‌ای اخیر همه ما میخونیم همه رو میخونیم و تا اونجا که میرسه میتونیم در آینده اگه بتونم همان رو راضی بکنم میتونیم دونه به دونه کامنت ها رو ما جواب شما رو بنویسیم زیر کامنت هاتون که دیگه ما نخوایم کامنت ها هم چی دیگه بخوایم بخونیم که اون طریقه همه یه کامنت ها ما جواب میتونیم بدیم و به وبسایت ما بازدید بکنین من دیگه چیز نم و همانجام یه نکته داشت منم اینجا از خودم خدافیزی میکنم که همانجام نکته خودت بگو بعد دیگه خودت هم خداحافظی من فقط می‌خواستم من من حواسم نبود شنوندگان و بینندگان به وبسایت ما بازدید بکنین سابسکرایب یوتیوب بکنین و فیسبوک ما هم یه سری بزنین و از طرف خودم خداحافظی میکنم تا پادکست بعدی اپیزود بعدی بدرود خواهش من خواستم همین نکته رو بگم که آرش زحمتش کشید و صفحه تلگرام ما یادتون نره اول از همه ما همونطور که آرش عزیزم فرمودن ما وبسایتمون هستش مهمترین صفحه ما بعد از صفحه مهمترین صفحه ما که وبسایتمون هستش یوتیوب ما هستش خواهش میکنم که سابسکرایب کنید دوستانی که توی یوتیوب دنبال روی ما هستید خواهش میکنم تشریف بیارید و عضو صفحات دیگه ای ما هم بشید به معلوم نیست که فردا چه اتفاقی میفته <تصفحه> و خواهش میکنم که همه رو داشته باشید ما پادکست دانستگی هستش و تلگرام برای دوستان عزیز هستش که توی ایران با مشکلات فیلترینگ در واقع درگیر هستند و یه در واقع چیزم داشتیم دیگه آرش درسته حالا درستی درست خدافزی کردی ولی اون آیتون هم هست بل بله بله هست آیتون زمون, آیتون زمون هست حال این صفحات مختلف ما هم همه جا هستیم همه جا ما رو سابسکرایب کنید که ایشالا بتونیم بیشتر در خدمت شما دوستان باشیم ما شما رو تا برنامه بعدی دوست داریم که شاد و سلامت ببینیم مواظب خودتون باشید تا درود دیگر بدرود